تلویزیون تشریف میبریم؟ خب معلومه. پس منم با شما میام. اجازه که میفرمایید؟ انگار اجازه ایمان دست شماست. از بس پیاده اومدم پاهم تاول زده. نگاه کن. اوه جون، آدم دلش کباب میشه. مسخرم یاردنیم. خب نفرمودین پیاده تو این جاده چی کار میکردین؟ آخ که آدم از دست شما مردا چی بگه؟ دلم میخواست مغز همه تو رو داغون میکردم. یواش در سر لوله ناخونه تو بگی اون بر. منظور چیه؟ آخه تو میخوای مغز داغون کنی؟ آخه تو رو خدا نگاه کن. نمیتونم تصادف میکنم. پسر منو برداشته به خودش ببره کنار دریا. مثلا برای گردش. تو رو اینقدر بهانه گرفت تا بالاخره کتککاریمون شد. اونم تو رو وسط جاده گذاشت و رفت. آره بچه. پسر کی بود؟ یکی از همجنسای تو. از همونایی که روزی هزار مرتبه قربون صدقه آدم میره. ببینم خیلی به زور مونده. نیم ساعتم گذشته. به نظرم گشنته. چجور؟ اگه عشقت باشه دم یه قهوه خونه با میسیم و کنده یه نهار رو میکشیم. چطوره؟ پس این بهتر نمیشه. راستی ببخشین که تا حالا اسم شما رو نپرسیدم. اسم من آقا مرزاست. آقا مرزا پاچناری. پاچناری؟ این فامیلته؟ نه بابا جون، بچه پاچنارم به هم میگم مرتضی پاچناری. خدا رو شکر که بچه 400 دستگاه نیرو هوایی نیستی. اگر نه بهت میگفتن آقا مرتضی 400 دستگاه نیرو هوایی. دختر خوشمزه هستی. قابل نداری پیشکش. خب اسم سرکار الیه چی باشه؟ به من میگن هما. هما خوشگله. آه هما. شما کس نداری؟ نه نه دست شما درد نکنه. خلاصه اینجا مال خودتونه آقا مرتضی، من کوچیکتونه. مرسی. چی فرمودی؟ هیچی با گفتم مرسی. آها قربون شما. اینگار شما رو کاملا میشناسیم. همینطوره، عباس تو این جاده رفت اومد میکنم، تقریبا همه رو میشناسیم. برای چی این همه رفت اومد میکنی؟ والا راستش من تو شمال از شما چه پنهون، چند تا باغ مرکبات دارم که مرتب میرم سرکشی باغا. حالا هم رفته بودم یه تیکه زمین معامله بکنم، اما حیف که نشد. زمین مرغوبیه، 2 میلیون متره. آه که اینطور. آره یه حجرم تو میدون دارم، محصول باغام هم خودم میفروشم. عالیه، پس من با آدم پولداری نشستم. تعظیم عرض میکنم قربان. به خودم یا به پولم؟ هر دو. قربون شما. داشتاری دو چای تمیز به ما بده. با اجازه شما من میگم دستشویو برمیگرد. خواهش میشه. ماشالله به این بیکنم. چی ساخته؟ حیراتم بود. بفرمایین اینم چای تازه دارم. قربون دسته. آقا مرتضی مسافر تر و تمیزی به طورت خورده، من تا حالا تو این خط ندیده بودم. شاید تو خط دیگه کار میکنه. شاید. بفرمایین اینم چای شما. به جان زن ماشین حرکت کرد. ببینم آقا داداش زنونه کدوم وره؟ زنونه مردونه نداره بفرمایید. واه چی گفتی؟ من واسه خودم نمیگم، میخواستم ببینم یه خانمی اونجا نیست. نه غیر از من خانمی نبود. ده آقا رو بپا. یا لول عجب. داشالی جانم چقدر شد؟ قابلی نداره. چی رو قابلی نداره؟ تو خودت هم شاگردی. بفه زیادم هست. بقیهش مال خوده. خدا برکت بده به تو. دلم غیبت تو کردم. لابد خیال کردی برای یه لقمه نهار بهت کلک زدم. ای تو جای من بودی غیر از این فکر میکردی. فعلا که جای تو نیستم. معلوم میشه خیلی شیطون تشریف داری. بجور که واردیم. نه خیر، خارجکی هم که بلدی. خب من تنها زندگی میکنم، اگه دلت بخواد میتونی بیا یه گلوی تازه کنی. والا آه ناز نکن، بیا پایین.
مگه دلت نمیخواد کرایتو بگیریم؟ آخ ای با خدا مرگم بده. راست میگی، من اصلا یاد کرایه نبودم. ای با خدا مرگم بده. ای با خدا مرگم بده. ای با خدا مرگم بده. دارم موزیکال میام. بیا بالا. چه خونه ای قشنگی؟ یک کل به خرابه است. جان من خوب دیگه، اینم خونه ای من. آه خوبه. با با چه عرصای قشنگی. لطف دارین، آخه من یه خواننده هستم. خواننده؟ آره، شبا تو کافه میخونم و میرخصم. خب چرا نمیشینی؟ وای ساله دوامش بیشتره. آرتور میلته. من با اجازه میرم یه دوش بگیرم که گرد تو خاکم پاک بشه. اجازه ایمام دست شماست. راستی رومیز مشروب هست اگه دلت میخواد برای خودت بریز. یه کاریش میکنی، مواظب سنگ پا باش. اکبر سیبیل 12، حسین چپ دست 15. این طرف چپ کار عقی دینامیت 20. با جونم با اون باروت پرملات. حسن فرفره 8، بی بخار بچه رو من نباتی. امیر 4، 19. اگه 8 چش داشت چی میشد؟ علی بادی 2. همش مال باد تو نمیری. رمزون کوفته 6. اخ کوفت بگیری جوون بی بخار. اوخ 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 محمود قزوینی 20. جعفر سجدست 18. داری چی کار میکنی؟ دارم آلبوم تو نگاه میکنم. انگاری خیلی نار بازاره. ببینم دلت میخواد عکس تو هم تو اون آلبوم باشه؟ رفتم تو نمیری 21 بیارم. نه خیر من اینجوری ناراحتم. چه عجله ای داری؟ مگه نمیخوایم شب پیش من بمونی؟ نه. راست میگی، یادم نبود تو جز مرغایی. خب پس زودتر تشریف ببری، خانمتون منتظرن. خیال میکنم ما زن ندیده ایم. ما فوت کنیم و تو اصلا اون زن میریزه. بینم گفتی کدوم کافه کار میکنی؟ کافه مهتو. خب بکن. خدافزی هم نمی کنی بی تربیت؟ باشه طلبت با تربیت. حیف پری بلندنی با سادم صفره هم ایندازه. ببین به خاطر تو چه کارایی باید بکنم. برای کینه و نفرت تو دست به چه اعمالی بزنم. حالا مگه چطور شده؟ چی میخواستی بشی؟ منو وادار میکنی سوار یه ماشین غریبه بشم، باهاش نهار بخورم، بعدم بیارمش خونه و ازش دلبری کنم. خیلی تون داری میری. اولا اون غریبه نیست، همونطور که قبلا هم گفتم عموی منه. تا وقتی هم عقدم و سرش خالی نکنم راحت نمیشینم. اگه تو هم نخوای به من کمک کنی میرم سراغ یه زن دیگه. چی داری میگی؟ من تا حالا به خاطر تو هر کاری که گفتی انجام دادم. ولی چی؟ ولی ناسلامتی. تو ادعا میکنی که منو دوست داری، آخه این چه جور دوست داشتنی؟ گوش کن دختر، ببین چی دارم میگم. من هر طور شده باس انتقام خودم از اون بگیرم، فهمیدی؟ تو نزدیک 300-400 هزار تومان پول اون بیچاره رو بلند کردی و رفتی باختی، حالا میخوای انتقام بگیری؟ این غلطو به تو نیومده، ببند دهنتو. اگه میدونستی همین عموی عزیز من چه بلایی به سرم آورده هیچ وقتی این حرفا نمیزدی. اگه اون این کار نمیکرد من هزار جور دیگه میتونستم چاره چوره اون پولا هموار کنم. ولی اونطوری مهر دوزی رو پیشونیم زد که دیگه هیچ وقت هیچ جا نمیتونستم سرمو بلند کنم. حالا منم میدونم چی کار کنم، به خاک سیاه میشونمش. حتما اونم با دست من. اگه نخواهی میتونی از همین الان را تو کج کنی. نه کمال، من تو رو دوست دارم. اگه بگی تو جهنمم برو حرف تو چشم بسته قبول میکنم، فقط به شرطی که میتونم هم برای همیشه دوستت داشته باشم، اما هیچ وقت ترکت نکنم. فقط همین قولو به هم بده. باشه قبول میکنم. حالا جونم رو فدات میکنم عزیزم. بلنشو چایی بخور، خستگی روی دره. میلم نمیکشه. چی شده؟ مثل اینکه ناراحتی، به چیزی فکر میکنی؟ نه فقط یه خورده خستم. میدونم بایدم خسته باشی، یعنی توی این خونه چیزی نیست تو رو خوشحال کنه. یا وقتی از مسافرت برمیگردی به خاطر اون خستگی از تنت بیرون بره. تا
تو دلت بچه میخواد ولی خدا بس دیگه، حالا که موقع این حرفا نیست، برو بذار راحت باشم. اومدیم بینم مگه از اومدنم دلخوری نه، ولی تو گفتی زن داری.
مگه آدم زندار نمیتونه کافه بره؟ چرا؟ ولی تو به خاطر چی بره؟ مثلا برای دلخوشی. آها، پس تو برای دلخوشی اومدی اینجا؟ آره، اما واسه این که عوضی اومدم. نه، اتفاقا درست اومدی. من همونی هستم که تو دنبالش میگردی. برای مشروب میریزی؟ چرا نمیریزم؟ بفرما میریز تو هندقه بلا. سلامتی. نوشه جون، بره اونجا که درد و غم نباشه. ببینم، میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ تا چی باشه؟ تو گفتی زن داری، ولی بچه نداری، درسته؟ آره، بچه ندارم. خیال میکنم تو دلت بچه. من دیگه باز برم. به این زودی؟ آره، یه خود کار دارم. سلام مرتیجه، امروز زنی دنبالت میگشتم، تو آسمون پیدا کرده، با اجازه. با اجازه. واسه چی داشتی دنبال من میگشتی؟ الان عرض میکنم، من از دیروز تا حالا تمام تهرون زیر پا گذاشتم، هر جا میرفتم میگفتن آقا مرتضی الان اینجا بود و رفت، با اجازه شما. خب چطور شد فهمیدی من اینجا؟ اومدم یکی از همشهریامو که اینجا کار میکنه ملاقات کنم، شما رو دیدم با اجازه. پس شانس آورده. او معذرت میخوام خانم، ببخشید عرض ارادت نکردم، بنده محمدعلی لاهیجانی تعظیم عرض میکنم با اجازه. بالاخره نگفتی چی کارم داشتی؟ حالا عرض میکنم به سلامتی. عرضم به حضور آقای خودمون قطع زمینی که جنابالی گر شمال میخواستی معامله کنی به هم خورد، با اجازه من رفتم. بله با اجازه جنابالی تمومش کردم. چطوری؟ با همون مبلغی که میخواستی برات قلدونه کردم. راست میگی؟ جون شما، جون عمه. حالا موقعشه که من به عنوان شیرینی یه لقمه از این غذا میل کنم، با اجازه. صبر کن ببینم که باز کنیم محضر سندشو بینویسیم. هر وقت شما بفرمایین، با اجازه. یه دقیقه وایسته ببینم، اگه من فردا یا پس فردا بیام شمال میتونیم کارو تموم کنیم؟ البته، هر وقت شما تشریف بیارین کار تمومه. من برای همین اومدم تهرون که به شما خبر بده، با اجازه. ببین چی میگم، شاید فردا یا پس فردا بیایم بریم محضر. تو کی برمیگردی؟ اگه اجازه بدیم من دیگه لقمه میل کنم، فردا خیال دارم برگردم. با خورنوش جونه، هرچی هم دلت میخواد دستور بده واسهت بیارم. قربون معرفتت بیرم آقا. بیا خودت میزو حساب کن. میگونم اینطور که معلومه تو چند روز دیگه همدیگر رو نمیبینی. ممکنه دلت نمیخواد منم همراهت ببری؟ نفهمیدم. اگه بهت بگم بیای واقعا میای؟ درست نمیدونم، آخه اجازم دست خودم نیست تا ببینم صاحب کافه چی میگه. پس ببین چی میگه. ای دختر، مایک من نگفتم امشب باز هر طوری شده نگرش داری، چرا گذاشتی برم؟ من که نمیتونم به زور وادارش کنم پیش من بمونه. پس تو برای چی خوبی؟ منو بگو که از کی کمک میخواد؟ چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟ مگه من گناه کردم که تو رو دوست دارم؟ ببین کمان، ازت خواهش میکنم با من مثل یه انسان رفتار کن، کاری نکن که میونمون به هم بخوره. به جهنم که به هم میخوره؟ تو اصلا لیاقت اینو نداری که من باید زندگی کنم. تقصیر منه که میخوام از این لجنسار بکشمت بیرون و باید عروسی کنم. گوش کن، قلم های پاتو خورد میکنم اگه دیگه بیای سراغ من. دوست دارم، منو بزن، بکش، ولی تنهام نذار. هر کاری بگی میکنم، هر کاری. فقط ازت خواهش میکنم منو ببخش. خیلی خوب، تا خودتو حاضر کنیم منم برات میگم جریان چیه که احتیاج به کمک تو دارم. متشکرم، تو چقدر خوبی. خیلی خوب، برو لباس عوض کن. چشم. بودو. گوش کن هما، یه موضوعی هست که تو هم باز بدونی. من تنها وارث مرتضی هستم. اگه امروز نفله بشه، فردا تمام ثروتش به من میرسه. ولی اون میخواد وصیت کنه اگه بچه دار نشد تمام ثروتش رو بدم به خیریه، به بچه های یتیم. خب ما باید چیکار کنیم؟ باز جلو این کارشو بگیریم. چه فرمی؟ فکرشو کردم.
فعلا تو باز کنی کنی که اون یه دقیقه بدونتون نتونه زندگی کنه. چهل صندوق پرتقال، 15 تا نارنجی بفرست و ساج آمده. باشه، همین الان میفرستم. خرفن حضرت آقا، قیمت این پرتقالا چنده؟ صندوقی 45 تومن خانم. ولی انگار پرتقالاش زیاد تعریفی نداره. بله، بهتر از اینام داریم. شما تشویرین، تشویرین اینجا، تشویرین. باز چی اومده اینجا؟ آخه میدون که جای تو نیست. حالا مگه گناه کردم؟ نه بابا، میدونی چیه؟ همکارمون منتظرن یه چیزی از آدم ببینن و پشت سرمون ریج بشینن. ببخشید، آخه یه دفعه هوای تو زد به سرم. حالا بد کاری کردم؟ البته که نه. بذار یه چیزی رو وسط بگم. اول که دیدمت فکر کردم اومدی که بگی حاضری با هم بیای شما. خیلی دلت میخواد من بیام؟ از خدا میخواد. اما من نمیتونم، یعنی نمیتونم برنامه مو ول کنم و بیام. اگه ضررتو بدم چی؟ ضرر صاحب کافرم میدم. برای پول نیست، نمیتونم کارم رو ول کنم. اگه بخوای میتونی. جون خود دست خودم نیست. خیلی خوب، بازم فکراتو بکن. من فردا را میفتم، اگه دلت خواست بیا. تو ببینم. خوبی که موندن تو اینجا جایز نیست. یادت باشه جلوی بر بچه ها سیاه بندی کن. درستم و روونه. خیلی خوب، بفرمی خانم، بفرمی. همین بهترم داریم، شما سفارش بده کارت نماشه. شما خیلی گرون فروشی نامد، مجبورم برم یه جای دیگه معامله کنم. عوضش جنسم خیلی خوبه خانم چون. خریدار پشیمون نمیشه، هر کی برده تعریف کرده. حتما. قول مردم نمیدم. مواظب باش نفوذ نشی. یاره تاخ باشه. یه دقیقه صبر کن ببینم. خیلی خوب. دو مرتبه که سر و کله پیدا شد. مگه نگفتم حق نداری پاتو بذاری اینجا؟ شما نمیتونیم برای من تکلیف معلوم کنیم. چرا؟ باره تو آدم نادرست همه میتونن تکلیف معین کنن، چون هیچ کس نمیخواد مالشو یه دوز غارت بکنن. بازم که شروع کردی عمو جون. من عموی تو نیستم، فهمیدی؟ هیچ کس تو نیستم. نمیخوام دوره برای زندگیم بچرخی. بس هرچی پول ازم بلند کردی بردی باختی. جانه برو گم شو. اون جوون آقا مرتضی باز ببخشینش. ببخشمش؟ مگه شماها نمیدونین وقتی دست حرام تو مال آدم میاد دودمون آدم به باد میره؟ دست این پسر کجه؟ داشت زندگی ما به باد میداد. شما تلافی کردین. پس میخواستی چی کار کنم؟ بهت بگم دست درد نکنه. اگه بازم این طرف ها پیداد بشه همون بلا رو سرت میرم. حالی ته؟ سلوات بفرسین آقا مرتضی. بفرمایید سر کارتون. بفرمایید دیگه. ناخنم. حالا این صداتو بلند کن، نوبت رو منم میرسه. خب نیست آقا کمالون، هر چی باشه گردن تو حق داره. آره خیلی هم حب داره، همه این روزا حبشو کف دستش میزنم. چی شده؟ انگار قدم اونو شون بود. نه بابا موضوع گذاشته. خب دیگه من باید خدافیزی کنم، ببینم تو فردا حتما میری. آره بهتره برم یه 5-6 روزی راحت باشم. کاش میتونستم باهات بیام. آره خیلی خوب میشه. هر وقت برگشتی بهم سر بزن. حتما. فعلا خدافیز. خدا نگهدار. چرا اومدی خودتو نشون دادی؟ نزدیک بود همه این کارا رو خراب کنی. خیلی خوب بگو ببینم چی گفت؟ نگفتم شما میاد کافه یا نه؟ نه اون میخواد بره شمال. شمال برای چی؟ به نظرم میخواد زمین معامله کنه. خیلی هم اصرار کرد من باهاش برم. و تو هم قبول نکردی؟ فکر میکردم تو راضی نباشی. آخ که تو چقدر از مرحله پرتی؟ مگه ندیدی چه تو منو جلو مردم تنف کرد؟ پس کی میخوای من به آرزون برسم و پوزشو به خاک بمالم؟ من چقدر بدبختم که تو رو دوست دارم. ببین چی میگم هما، تو اگه بتونی واقعا اونو گرفتار خودت کنی بقیه کارمون خیلی آسون میشه. من سر یه هفته قالشو میکنم و با هم زندگی خوبی رو شروع میکنیم. زنش اون که قصه نداره، بذار مرتضی پابنده تو بشه، زنش با من. آخ که کاش تو قبول کرده بودی باش بری شما. هنوزم دیر نشدی، اون قرار فردا حرکت کنی. آخه اینم شد زندگی؟ تو هنوز 3-4 روز نشده که از شمال اومدی، بازم میخوای بری؟ من که نمیخوام برم عیاشی. یه تیکه زمین مرغوبه، میخوام برم معامله کنم. فردا که توش نهال کاشتم خودش میشه یه باغ حسابی. من میدونم تو چرا از خونه گریزونی، برای اینکه ما بچه دار نشدیم. تو دلخوشی به زندگیت نداری. این حرفا چیه؟ خدا هر وقت بخواد بچه دارم میشین. ببین مرتضی، اگه تو حاضر باشی منم حاضرم بریم از پرورشگاه یه بچه بیاریم. یادته یه وقت خودت اینو بهم گفتی؟ آره
اما تای دلم برات شده آخرش خودمون بچه دار میشیم. تازه آدم بچه خوش رو بزرگ کنه یک کیف دیگه ای داره. میفهمم، یعنی خدای همچین محبتی در حق ما میکنه. مسلمه، دریای کرم خدا خیلی بزرگه. ای خدای بزرگ. خب من دیگه باید حرکت کنم. بینام واسه هم لباس گذاشتی؟ حالا چه عجله‌ای داری؟ ببینم نکنه پای زنمنی تو کاره. زن؟ خوبه که تو شوهرتو میشناسی. الو شما هنوز تشریف نبردین؟ شمایی؟ چرا دارم راه میافتم؟ به نظرم زنیت جلد وایس بودی که به تته پته افتدی ها؟ خب میخوام یه خبر خوبی بهت بدم. من تونستم از کافه مرخصی بگیرم و باهات بیام. چه بهتر، منم تو راه تنها نیستم. باشه میام دنبالت. انگار مسافر بهت خورده. آره با همون منطقی که زمینو برام قول نامه کرده. میدونی گفت میخواد کرایه ماشین نده و با من بیا. یه دریایی بیا بچه این چقدر سردی حالا جهر میشی بازه برم تو ماشین. آه راستی میخوام یه چیزی بهت بگم. من کم کم داره از این زندگی خوشم. راست میگه من این چند روزه واقعا از زندگی لذت خب اگه دلت بخواد میتونی این زندگی رو واسه خودت نگه داری. منظورت اینه چیه؟ آره جونی من حاضرم هر طوری که تو عشقت ازت نگهداری کنم، به شرطی که قید کارو بزنی و کافه رو ول کنی. خوب شد یادم انداختی، مرخصی من تموم شده، امشب حتما باید برم. یا لورا بیفت. آخه چرا قبول نکردی؟ برای اینکه خرج زندگیم خیلی زیاده، تو نمیتونی از عهدش بر بیای. این حرفا بونه است. تو خودت وضع منو دیدی زن، درآمد من اینقدر هست که بتونم زندگی ده تایی مثل تو رو بچرخونم. درسته، ولی یه مدتی که خرج کردی خسته میشی. اون وقت دیگه نه تو رو دارم نه کارمو. آقا راشونو میگیرن و میرن.
بعد علی میمونه با حوزش. حالا قانع شدی؟ آره قانع شدم، چون تو به اون کاری که میکنی عادت کردی. عادت کردی شبا جلوی 2000 تا چشم قهر بدی یا آواز بخونی. اچه آدم بنده عشقه، آدم زنده عشقه، آدم بنده عشقه، آدم زنده عشقه. آدم بنده عشقه، آدم زنده عشقه، آدم بنده عشقه، آدم زنده عشقه. آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق. آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق، آدم بنده عشق. واسه شراب بریز به سلامتی خودمون بخوره. بده بش
بیه بگی بیه بگی بنده بالا شکار میکنی امیناره امیناره بشین بابا بیلکن بیلکن نفهمیدم سرکار آقا کی باشم به تو مربوط نیست برو تو صورت خونه صاحب کن میرم اگه تو دارو بی گفتم به تو مربوط نیست خیلی هم مرم خودی به من اینجوری نگاه نکن، میخواستی دعوا نکنی. من که بهت گفته بودم مجبورم تو کافه کار کنم. لاف زدن با مردم چطور؟ اونم مجبوری؟ آره، این کار شغل منه. اگه نکنم نمیتونم زندگیمو اداره کنم. چی؟ زندگی؟ مردش رو اون زندگی رو ببره که میخواد اینجوری اداره بشه. تو همش حرف میزنی. حرف زدن کار آسونیه. ببینم تو واقعا میتونی یه زندگی غیر از این برام درست کنی؟ آره زن، یه دفعه بهت گفتم من حاضرم هر چی تو بخوای برات مهیا کنم. پول، خونه، زندگی آبرومند، فقط به شرط اینکه از این کار لعنتی دست بکشی. خیال برات داشته جونم، خرج من خیلی باشه. برای اینکه تو راضی باشی حاضرم تموم ثروتمو به پات بریزم. بازم حرفی داری؟ نه، از اولش هم نداشتم. دیگه شدی زنجیری او با سده
پاپاسی کمتر بدم یعنی صرف نمیکنه. چه تو صرف نمیکنه؟ شما که پول بالا اینو نمیدین، محصول بابا خودتونه. شما دیگه چرا این حرف رو میزنین؟ من که بالای زمین و باغ پول ندادم، نهال نکشتم، خرج نکردم، چرا یه حمل و نقل ندادم؟ خیال میکنی این بارا نقضی به دست من اومده؟ خیلی خوب، حرفتو قبول دارم، اما چونو بچه هست هر صندوق دو تومنشو به انداز. باشه جونم. آیا با بله آمرتزا بیا اینجا ببینم. ببین حسن آقا هرچی میخوام بهشون بده ببرم. خیلی ممنونم آفتا. قربون شده. چی بدم حسن آقا؟ میگم معلومه آمرزه بچهش خیلی دوست داره. اتفاقا بچه نره. بچه نره؟ ببین چی میکنم، یه خورده از اون سرگل میوه ها به سوپا کردن ببرم. باش با آمرزه. عباس بیا. انگار خبرایی ها. چطور آجه؟ آخه میوه خونه آق مرتضا رو ما هم میشه میبردیم ولی چند روز میشه. این فضولی ها به تو نایمده ولی همچی میتونم. من شوخی کردی؟ عباس آقا دیگه چیه؟ بادنجان رو به تخت داریم؟ آره چند تا؟ من شیش کنی؟ بگو شیش تا کنی بادمجان رو به تخت برای حسن آقا بذارن جنا. حسن هنه الان دیگه فرمایشی نهاریم؟ قرون شما، عزت زیاد. اما، اما بیا ببین چی واسط خریدم. اما مرتضی اینجاست. کدوم آقا مرتضی؟ آقا مرتضی پاچیناری. بله همینجاست. باش فرمایشی داشتین؟ بله کارشون داشتم. اگه نیستم مزاحمتون نمیشم، یه وقت دیگه میام. این حرفا چیه؟ مزاحمت کدومه؟ منزل خودتونه. بفرمایین تو تا بیام. بله حالا دیگه هر جا باشم پیداش کنم. بفرمایین تو. یه پدری ازش در بیارم که خودش حس کنه. واه شما که هنوز نمیدونی مرتضی. حالا میفهمم. بیا بفرمایی. مرسی. خب ممکنه بفرمایین با آقا مرتضی چی کار داری؟ بهتر از اول تعریف کنم. من تورای چالوس با ایشون آشنا شدم. تورای چالوس؟ بله من داشتم پیاده می اومدم. خدا عوضشون بده. آقا مرتضی منو سوار ماشینشون کردن. گفتین شوهر داشتین؟ بله، اون بنا بود. چند وقت پیش از داربست افتاد و عمرشو داد به شما. خدا رحمتش کنه ننه. خدا رفتگان شمارم بیامرزه. الهیان وقتی شوهرم مرد فکر کردم بیام تهرون و یه کاری پیدا کنم. چون پول نداشتم پیاده را افتادم. بعد آقا مرتضی رسید و سوارتون کرد. بله بله ضمناً ایشون قول دادن برام یه کار سبکی پیدا کنن. آخه من حاملم. حامله؟ بله گمونم یه ماهمه. خب دیگه باید ببخشین مزاحم شدم. با اجازه. اختیار داریم. کجا به این زودی؟ بمونین تا آقا مرتضی بیاد باهاش حرف بزنیم. آخه میترسم دیر تشریف بیارم. اب نداره، امشب اینجا میمونین، فردا صبح باهاش حرف میزنیم. راست میگن خانم، یه امشب رو بمونین بعد بگیم. هی بله آمارا این طرف آنهایی دیگه. نه خیر آقا مرتضی. خب چند وقت دیگه که شکمت بیاد بالا چی کار میکنی؟ چجوری میخوای کار کنی؟ خودم هم نمیدونم. کاش اصلا حامله نبودم. آخه بچه بی بابا به چه درد من میخوری؟ انگار ناراحته که بچه دار میشی. معلومه آدمی مثل من بچه میخواد چی کار؟
ببخشید خانم، کجا میتونم دستامو بشورم؟ ایوا من نشونتون میدم، بفرمایید. قربون شما. اینم دستشویی. خانم جون، خدا براتون خواسته، شانس با پای خودش اومده در خونتون. منظوره چه؟ معلومه بچه این زنه یه ماه حامل است، بچهشم نمیخواد. دیگه بهتر از این نمیشه خانم جون. بازم نفهمیدم. چطور متوجه نمیشی؟ دیگه چی بهتر از این؟ ما این زنه رو تا وقتی شکمش بالا نیومده و معلوم نیست آبستنه، پیش خودمون نگرش میداریم. 3-4 ماه مونده به زاییدنش میبریمش شیراز. وقتی بچه به دنیا اومد، بچه رو ازش میگیریم و با خودمون میاریمش تهرون. اون وقت آقام خیال میکنه بچه خودشه. میفهمی چی داری میگی؟ مگه ممکن؟ بله. شما از فردا وانمود کنین که آبستنی، بعدم همونطور که گفتم 3-4 ماه مونده به زاییدن، به عنوان این که میخواین استراحت بکنین، با هم میریم شیراز. باقیش هم دیگه هیچ کاری نداره. اگه همون روزای آخر مرتضی اومد شیراز چی؟ آقا اینقدر سر شلوغه که محاله بتونه بیاد شیراز. راست میگه، انگار میشه یه کارایی کرد. مسلمه، دیگه از این بگو مگو هم راحت میشین و زندگیتونم شیرین تر میشه. آره تازه اگرم بفهمه کار بدی نکردیم. درسته، اصلا ما برای خوشحالی اون داریم این کارا رو میکنیم. خانم اومد. ببخشید امشب به شما خیلی زحمت دادم. این حرفا چیه؟ زحمت کدومه؟ بفرمایید بشینید. قربون شما برم، بفرمایید که کیه. ببین عزیزم راحت باش، غریبی نکن، خانم میخواد باهات حرف بزنه راجب این کوچولو مامانی خوشگله. تو برو اتاق بالا رو برای خوابیدن خانم درست کن، من باهاشون حرف بزنم. چشم، اینجا منزل خودشونه. قربونش برم الهی، الان میرم برات یه جای نرم و راحت میذارم. ببینم خانم. چی شده؟ انگار ناراحتی؟ نه، یه خود خستم. اون خانمی که سوار ماشینت کردی اومده اینجا. خانم؟ کدوم خانم؟ همونی که تو جاده چالوس سوارش کردی، یادت نیست؟ چرا؟ ببینم، اومده اینجا واسه چی؟ اومده تو رو ببینه، الانم اتاق بالا خوابیده. تو اتاق بالا؟ نفهمیدم، من که اینجا کارمون سراف. اون تمام جریانو برای من تعریف کرده. کدوم جریان؟ همون که شوهرش مرده و تو بهش قول دادی براش کار پیدا کنی، مگه یادت نیست؟ چرا؟ همچنین یواش یواش داره یادم میفته. دلم برایش سوخت، طفلک حاملم هست. چی گفتی؟ حامل است؟ آره، مگه برای تو نگفته بود؟ نه، یعنی شاید روش نشده بگه. در هر حال من امشب نگرش داشتم، قراره فردا صبح راجع به کارش باهات صحبت کنه. اگه یه کاری براش پیدا کنی خیلی ثواب داره. خیلی خوب، حالا تا فردا صبح ببینیم چی میشه. من فعلا خستم، میخوام زودتر برم بخوام. اما من میخوام یه خبر خوبی بهت بدم، نمیخوای گوش کنی؟ بهتر نیست بذاری برای فرد و صبح، آخه من خیلی خستم. باشه، صبح برات میگم. یه دو... Thank you.
ترس منم سر و صدا نکن. خیلی ترسیدم. خیلی خوب بگو ببینم این دیگه چه بازیه. کدوم بازی؟ اومدنت به اینجا. فکر نکردی اگه زنم بفهمه چه قشقرقی به پا میشه؟ خوب دلم برا تنگ شده بود. یه مرتبه هوات زد به سرم اومدم ببینمت. آخه مگه تو دیوونه ای دختر؟ آره، آدم عاشق همیشه دیوونه است. از اون گذشته دلم میخواست خونه و زندگی تو از نزدیک ببینم جونی. حواس دیگه چیکارش میشه؟ حالا حواست خوابید؟ پس فردا صبح زود از اینجا برو وگر نه زنم بفهمه. ترسو تو زنگ گرفتی و شوهر کردی؟ راستی این دروغا چیه پشتر هم قطار کردی؟ شوهرم مرده، میخوام کار کنم، قابلم، حاملم، هزار جور کلکه دیگه. اما یه قسمت از حرفام درسته، من حامله شدم. چی؟ چی گفتی؟ آره من از تو حامله شدم، بیشترم برای این اومدم اینجا که این خبر رو بهت بدم. تو میدونی چی داری میگی؟ مطمئنی؟ خب معلومه، امروز دکتر به هم گفت. یعنی من بچه دار میشم؟ الهی قربونت برم هما جون، از صدق بچم برم جون. هما جون. گوش کن مرتضی، یه موضوعی هست که تو هم باید بدونی. زنت میخواد این بچه‌ای که تو شکم منه ازم بگیره و به اسم خودش به تو جا بزنه. منظورتو نمیفهمم، به اسم خودش جا بزنه یعنی چی؟ یعنی این که میخواد وانمود کنه که حامله است، بچه منو اون به دنیا آورده. آخه چطوری؟ راست و ریستشو جور کرده. اول قراره به تو بگه که حامله است، بعدم منو ببره شیراز، وقتی زاییدم بچه رو ازم بگیره. پس خبر خوبی که میخواست به هم بده همین بود. ولی تو نباید به روش بیاری، فهمیدی؟ خب معلومه، من اصلا چی کار دارم به این کارا؟ من بچه میخوام، عمده این که مال خودمه، یا از این باغ یا از اون باغ فرقی نداره. اما ببینم تو چطور راضی شدی این کارو بکنی؟ چطور راضی شدی از بچه خودت بگذری و بری به اون؟ اصل اینه که پدر بچه تو هستی، تو بزرگش میکنی، دیگه برای مهم نیست که به اسم من باشه یا به اسم کسی دیگه. یعنی تو اینقدر با گذشتی که بچه خودت میگذری؟ به خاطر تو آره. فدات شم، قربون مادر بچم برم. الهی که برم. میتونم یه مژده‌ای بهت بدم؟ اگه عشقت باشه میتونی بریم از پرورشگاه یه بچه بیاری. دیگه لازم نیست این کارو بکنی. چطور مگه؟ خبر مبرایی هست و ما نمیدونی؟ جون مرتضی راست میگی؟ بگو تو بمیری. دیگه تو بمیری نداره. دیروز رفتم پیش زیور خانم قابله، اون معاینه‌ام کرد، گفت یه ماه حاملم. ای خدا ببین چی داره میگه. جلال خونت، من بچه دار شدم. قربون اون بزرگیت برم خدا جون، که بالاخره ما رو نامید نکرد. قربون پسرم هم برم، قربون تو هم برم، شکل ماه تو برم، فدات بشم الهی. چرا دلم چه ماهی؟ مریم جونم و مریم جون. چی کار میکنی بابا؟ استخونم خورد شد. خوب دارم از خوشحالی پر در میارم. کوکب بیا به من تبریک بگو، من بچه دار شدم. ایشالا مبارکی، خدا کنه پسر باشه. اون که معلومه کوکب تو پسره. ببینم چرا زودتر به من نگفتی؟ دیشب میخواستم بگم ولی تو نذاشتی. اخ گردنم بشکنه، کاش که دیشب پرسیده بودم. گوش کن مریم جون، از حالا تو باز خیلی مواظب خودت باشی، فهمیدی؟ خیلی خوب. خب من دیگه میرم، نمیدونم امروز خوشحالی میتونم کار بکنم یا نه. مگه صبر نمی کنی تا اون دختر بیاد پایین و باش حرف بزنی؟ والا دو بلش کن واسه بره، مگه من اداره کاریابی هستم. خداحافظ.
گوشتون بده کار نباشه، ما نیگرش میداریم، بعدم به آقای این گفتم کاری نداره. تموم شد. ولی اون گفت بذار دختره بره. مردم. آره کار داشت رفت، ولی من باهاش صحبت کردم. ببینم تو که پشیمون نشدی؟ نه چرا پشیمون بشم، از خدا میخوام. ایوا خانم داره دیر میشه، نمیان بریم خرید؟ چرا اومدم؟ قربون دست موازه باش، دست به سیاه سفید نزنی تا ما برگردم. ولی منم دلم میخواد کار کنم. این حرفا چیه؟ تو اگه آب خواستی نباید از جا تکون بخوری، من خودم میدم دسته. شما چقدر مهربون. صبورتو بخور، ما الان برمیگردیم. به نظرم باز نقشه‌ای داری که گفتی بریم خرید. مسلمه مریم خانوم، این زن تا حالا غذای درست حسابی نخورده، برای همین ما باز بریم یه خورده دوای تقویتی بگیریم و به خوردش بدیم. راست میگی، الان از دواخونه براش میگیرم. بیا بریم. اما یه موضوع دیگه. باز چیه؟ شما که نمیتونین یه مرتبه بچه‌تون رو بغل بگیرین و وارد خونه بشین. مردم نمیدونن کی حامله شدین. پس چیکار باید بکنیم؟ از حالا تمام در و همسایه‌ها باید بدونن شما حامله شدین. همین. نمیری کرکم، من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم؟ هیچی، فقط بچه دار نمیشدین. رشتم پن بشه؟ نمیخواد بیان واپس بشی، فقط کاری که من میکنم انجام بده. ببینم دیشب اون اومد پلود یا نه. آره خوبه، درست حواستو جمع کن، امشب همون شب موعوده، باید تک خودمون رو زمین بزنیم، فهمیدی یا نه؟ سلام آب جی. سلام علیکم آی دکتر. سلام، بهتون تبریک میگم، انشالله پسر باشیم. تبریک پسر. قربون شما، قربون شما. سلام علیکم. سلام علیکم. به این سیب دعای چل بسم الله خوندن و فوت کردن، دور زری هفت امامزاده توابش دادن، تو جام چل کلید شستنش. باور کنید خانم جون، این سیب تلسم شده است. یعنی میگی حتما تأثیر داره؟ ایوا معلومه، درویشی که این سیبو به من داد گفت هر زن حامله‌ای که این سیبو نصف بکنه و با مردش بخوره ردخور نداره، بچهش پسر میشه. خدا کنه این طور باشه، مرتضی خیلی دلش پسر میخواد. خاطر جمع باشین خانم، نصفشم من میبرم میدم به هما بخوره. ولی این بچه که واقعا مال مرتضی نیست. باشه خانم جون، اصل کار این سیبه، این سیبه که معجزه میکنه. مثل این که مرتضی اومده، بدش من ببینم چی کار میتونم بکنم. مریم، مریم. سلام. سلام، اون چیه پشتت قایم کردی؟ این سیبه. خب باشه، مال توی باید بخوری. مای خور شدی دختر، بخور دیگه. به این کارا چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ بذار لباس همو داره نم، باید اول سیبو بخوری. تو خودت میدونی که من اصلا سیب دوست ندارم. اگه زهرم باشه تو باید بخوری. عجب مکافاتی داری ما. بابا من اصلا از سیب خوشم نمیاد، میفهمی؟ حالا باسم بگو بخور همین نصفی رو. یه نخودش هم نمیخورم. الهی که من فدات شم، مرگ من یه گاز بزن. لا اله الا الله. ببینم آخه تو چرا انقدر اصرار میکنی زن؟ واسه اینکه اگه این نصف سیبو بخوری حتما بچه‌مون پسر میشه. درویشه اینو بهم گفت. درویشه پسر؟ اینو چرا از اول نگفتی؟ اصلا یه خروار سیب بیار بخورم. بخور دیگه.
من سیب خوشم میاد اصلا. من مرده سیبم. بدون سیب راشم نمیذارم. من سیب نخورم تمام دستبالم زیگیل میزنم. راستی ببینم اون زنه رفت؟ نه، من بی کس و کارو تو این شهر ول کرد. اونم میونه این همه گرد. این طفلک به ما پناه آورده. اون وقت تو راضی میشی بره و هزار جور بلا سرش بیارم. راست میگی. آوا تو. سی. الو الو هم بفهمه. اوه انگار خیلی دوستش داری. موضوع این حرفا نیست. چرا؟ ببین مرتضا، این بچه که تو شکمه منی مال توه، ولی قبول کردی که زنش باید دلش خوش باشه که به من بگه حامل است. از توی یا بچه هم از بقال هم خانم. بیا بیا باش. یه باش ترس صدا میره پایین. نه ترس آخه این جون خب ببن نکردی؟ نه بده شما بله بله همینجاست چی؟ کدوم بیمارستان؟ خدا مرگم بده حالا میام
شما شوهرش هستین؟ بله. بهتون تصدیق میگم. متاسفانه ما نتونستیم کاری انجام بدیم. خونریزی مغزی بود. با این تصادف دو موجود بیگناه از بین رفتن. دو نفر؟ بله. مگه شما نمیدونستین؟ خانومتون حامله بود. این حادثه باعث شد که بچهش هم سقط بشه. سلامتی تو هاما جون؟ معلوم میشه دست گلی که به آب دادیم خیلی خوشحالیم. خیلی. هرچی اون زنج بکشه من بیشتر کیف میکنم. ولی من دیگه دلم نمیخواد چشمم به چشم اون بیفته. چه؟ من بچه شدی دختر. فقط یه قدم دیگه مونده به هدفمون برسیم. من بیشتر از این نمیتونم رول بازی کنم. اگه بفهمه من حامله نیستم اون اون نمیفهمه. یعنی وقتشون نداره. همین روزا یه مرتبه میبینی سر آق مرتضی رفت زیر آب. اون وقت تازه اول عشق من و تو هم. آره دیگه عزاداری براش بسه. اگه بتونی یکی دو هفته اونو ببری شغال رویش عوض میشه. منم میام اون دورو برای اون موازه بتونم. کار مشکلیه. اون هنوز زنشو فراموش نکرد. تو باز کنی که فراموش کنه. آره چی اومده اینجا؟ اومدم تکلیفمو معلوم کنم. من دیگه خسته شدم. تا کی باید تنها باشم؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که دیگه بسه. آخه تا کی میخوای عزادار باشی؟ ببین مرتضی، ما که تو اون جریان تقصیری نداشتیم. نمیدونستیم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. آخه تو برای چی خونه نمیای؟ من از تنهایی دیغ کردم. حالا میگی چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ اینقدر میدونم که اون خدا بیامرزم راضی نیست تو این همه قصه بخوری. گوش کن عزیزم، بیا یه مدتی بریم شمال. هم روحیه تو عوض میشه، هم من استراحت میکنم. آخه ناسلامتی، من حاملم. چرا حرف نمیزنی؟ من دارم از این وضع دیوونه میشم. آخه من که تقصیری نداشتم. اقلن به خاطر بچه‌مون این کارو بکن. باش. خیلی ممنونم، خیلی. همین نره خوبه. داداش بفرمایید. بیا قربون دادا. قابلی نداره. دست شما درد نکنه. خوش اومدید. قربون تو.
بله. از صبح تا حالا کدوم گوری هستی که هرچی تلفن منم کسی گوشی رو بر نمیداره؟ کی اومدی؟ امروز صبح. گوش کن ببین چی میگم. من باز تو رو ببینم. فردا بیا پشت ویلا. همین الان. الان نمیشه میدونی. آخه مرتضی اومد. یه طوری دکش کن. نیم ساعت دیگه پشت ویلا منتظرتم. بگه بگه اینم ماهی. کاش میبردی میدادی تنوریش میکردن. باشه گفتی میخوای خودت درستش کنی. آره اما یه مرتبه بوش زد تو ذوقم. آخه زن حامله هر دقیقه یه حالتی داره. مثلا الان دلم ماهی تنوری میخواد. خیلی خوب میبرم میدم تنوریش بکنم. خوب شو خوب تنوریش کنن. یا تو بعد بیاری یا ما بعد بیاریم. میخنده. خیلی خوب، حالا که وقت این کارا نیست. ده فکر میکردم بعد از چند روز بهتر از این با من رفتار میکنی. تو هم سطح توقع چقدر رفته بالا. ببینم مرتضی رفت بیرون. بله. درست گوشتو واکن ببین چی میگم. من برام یه اتفاقی افتاده که خیلی بیپول شدم. حتما باختی؟ اونش به تو مربوط نیست. تو فقط باز هر طور شده مرتضی رو تیغ بزنی. هرچی بیشتر بهتر. فهمیدی؟ اگه نخوام بکنم چی؟ دیگه نمیتونی. چون اگه مرتضی بفهمه تو بهش دروغ گفتی و بچه در کار نیست، مثل آکورنک کنکتو میکنه. من از هیچی نمیترسم. من تا حالا هر کاری کردم به خاطر تو بوده. اگه بعدرم بخوام کاری بکنم بازم به خاطر توه. قربونه تو من برم الهی. پوتی بغلا. میخواستم ببینم هنوزم منو دوست داری یا نه. یعنی تو؟ آره امتحانت کردم. تو که خودت خوب میدونی تو جون منی، عمر منی. البته مایه تیلنم نباید فراموش بکنی. ای بچیس رد کن بیاد بینم. نه بده اون دوتا مایی بودیم دنیا در یا یک اما اما کجایی وسط ویارونه تو آوردم؟ اما 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 کجایی این همه صدات کردم؟ داشتم کار می کردم. بیا اینم ماهی تنوری. نمیخوام اشتهام کور شد. ده ولی من این همه راه رفتم و برگشتم. چی کار کنم؟ فعلا دوست ندارم. باشه یه وقت دیگه. نه خیر همو ما باید بیاریم. دی افتا بیا قربلا. سلامتی اونایی که تا آخر خط با ما. موش جونه بیا قربان یو دست درم. میگم ببینم تو کی کدبانو میشی که ما از این در به در این نجات پیدا بکنیم. منظورت چیه؟ آخه همش که نمیشه بیرون غذا خور. یه دمپختکی، آب گوشتکی. یا بو جونم ما میسابونیمش تا سفید چه؟ برای تو چیزی گم کردی؟ بیم جان من میخوام برم بیرون. آه حالا آی فلونی بی این چی بیتم ها؟ بله بله بابا. میگم این چیز کجاست؟ چی میگن اسمشو؟ هر دیگه اسمی داره. این سین دبلیو اون دبلیو سی آها اون پشته. خیلی ممنون آقا. خواهش من الان میام. بودو تو اینجا چی کار میکنی؟ من نگفتم پول لازم دارم. چرا؟ ولی چه فرمی به خودم میآوردم؟ خیلی خوب، باز یه طوری دست بسترش کنی، خودم میام تو ویلا. نمیشی. باز یه کارش بکنی. زمان به خودتم احتیاج دارم، همش که نمیشه تو بغل اون باشی. راست میگی؟ آره.
باز یه ساعتی هم مال من باشه. من همیشه مال تو هم. ریتونم باقیش هم باش مال خوده. دست شما درد نکنم. پس ترتیبشو بده. من میرم تو ویلا منتظر تو میشم. محکم بزن تو گوش من، بگو مزاحم شده، زود باش بزن. خجالت نمیکشی؟ مگه تو ناموس نداری؟ خوار مادر نداری؟ چی شده؟ از این تن لش بپرس. ما که نگفتم دور برم و نپلک. یه کاری نکن شناسنامه تو باطل کنم پسر. از تو هیچ پی نیست، کسی که با یه همچون با بند دهان تو. میدونی این زن چی کار است؟ یه رقصه، یه بدنام، یه دستمال چرک دست به دست گشته است. اون باعث شد زن تو بمیره. اون باعث شد که تو مثل کپچه سرت زیر برف کنی و هیچ چی رو نبینی. به تو مربوط نیست. گفتم دهانه تو ببند و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. باشه. دیگه چی شده؟ چرا گریه میکنی زن؟ به بدبختی خودم گریه میکنم. از روزی که به دنیا اومدم یه روز خوش ندیدم. حالا هم که اومدم یه سر و سامون بگیرم اینجوری با هم رفتار میکنی. آه گوش کن ببین چی میکنم. چیزی گوش کنم. مگه ندیدی فامیل چی؟ من بدبختم، بیچارم، برم کن بزن برم. تو هر چی هستی و هر کس هستی واسه من علف نویگه هست. عمده خودتی که تو اینجایی من جا داری. بی تو بغلم. من نمیدونم سر صحبیه این پسره جوالق کجا بود که سر رای ما سبز شد و روز خوشمونو ناخوش کرد. پسر پاک حال ما رو گرفت. بی بریم دنبال عشق خودمون. باز چی شد؟ دلم درد گرفت. به نظرم بچه چی؟ بذار ببینم نکنه خدایی نکرده واسه سهراب اتفاقی افتاده باشه. آخ ناکس چه جفتک چارکشی بازی میگونه. بریم شهر یخته واسه دو موا بگیرم. نه منو برسون خونه خودت، برو زود برگرد. آه اینم بدک نی را بیافت جونمی. آه ماشالله قربون بچم با باباش. زود بیایم. چه شو هم بساری اومدم؟ راستی موازه بچم باشی. یا بچم بچم پس من چی؟ لب بود که دندون اومد عزیز جون. الان برمیگردم. یا خوب من چی؟ ما گنجشگو رای میکنیم جای قناری میفروشیم. آمو بمیرم برات، خیلی قایم زدم تو صورتت. بیا جوشو مرچم. پول کجا؟ چه عجله ای داری؟ مگه نمیخوای به قولت وفا کنیم؟ نه چون ممکنم. نه ترس، اون رفته شهر، تا برگردی خیلی وقت داری. من وقت ندارم. از اون گذشته، هر آن ممکنه اون برسه. بهتره یه جای دیگه هم دیگه رو ببینیم. اگه نمیشناختمت خیال میکردم حروم زاده. خود خودشه گرفتم. چی کار میکنی؟ دلت نمیاد بیشتر برداری؟ نه تاس به جوش بر نمیخورم. ولی اگه بفهمه چی؟ باقیش باشه واسه سری بعد. دوبل دیگه بقیه است. من نیست. بله پس فولاز نه چهار تا برما نکش به این زودی خب بدم بید. بفرمایید.
باید ببین چی میگم. بله خود میتونی برای من یه کار کوچیک انجام بدی؟ البته قربان. بودی جلو. بله گوشی با تو کار داره. با ما؟ چه یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنی. بله بله خودم هستم، بفرمایید. سلام آقا، من دایی عباس شاگردتون هستم. عباس گفت آب دستتونه، بذارین زمین رو فورا حرکت کنیم بیاین تهران. چی شده؟ عباس خودش کجاست؟ چرا خودش نایمد حرف بزنه؟ نتونست بیاد، به نظرم تو میدون اتفاقی افتاده. من درست نمیدونم، فقط به من گفت تلفن بزن. خلاصه انگار یه پیش آمدی شده که انقدر ناراحت بود. حالا خودتون که اومدین همه چی رو میفهمین. باشه، به نظرم تو میدون خبرهایی شده. باز بریم یه سری بزنیم و برگردیم. مگه من میتونم؟ دست اندازه جاده برای من ضرر داره. میخوای بچه طوری بشی؟ راست میگه. خیلی خب، خودم یه روزه میرم و برمیگردم. ببینم تو چیزی نمیخوای؟ نه، فقط سلامتی تو رو میخوام. آخ قربون تو دختر خودم. مرمان سلامت. قلبی داره. یواشتر برو. داره تو سینه دلی، اما دلی زشت و دورنگ. تو رو گوله میزنه با حرفای خوب و قشنگ. به پا مثل مرباری گم نشی تو کام نهنگ. به تو خنجر میزنه اونی که دوست داره. لاله وحشی سر روی سینت میکاره. الو متلزری، ببخشید من میخواستم با آقا کمال صحبت کنم. خودم هم بگوشم. ببین چی میگم، مرتضا همین الان رفت تهران. من و تو میتونیم یکی دو روز بی سر خر از زندگیمون لذت ببریم. فورا بلند شو بیا. اومدم. ببینی چی کار میکنی؟ بعدم میفهمی دخونه. بده من گوش کن کمال، امروز میخوام حرفامو باهات بزنم. من دارم از این وضع خسته میشم، باید یه فکری بکنی. چه فکری؟ تازه میپرسی چه فکری؟ آخه تا کی میشه رول بازی کرد؟ اگه مرتضی بفهمه من بهش دروغ گفتم میدونی چی میشه؟ که نمیفهمه. منظورت چی؟ منظورم اینه که بله الان دیگه باست اون پای ماینا باشه. چی داری میگی؟ باست از این ممنون باشی. چیزی میبینی؟ نه. ببینم، روشنایی لامپو حس نمی کنی؟ نه. یک مرتبه دیگه امتحان میکنم، خوب دقت کن. هیچ روشنایی به نظرت میرسه؟ نه، هیچی نمیبینم. لطفاً چراغ روشن کنید. من از اولم حدس میزدم، ضربه مغزی اعصاب بیناییشو از کار انداخته. منظورتون اینه که دیگه هیچ چاره‌ای نداره؟ فعلا نمیتونم اظهار نظر کنم. فکر میکنم جراحی هم در حال حاضر اثری نداشته باشه. من هرچی بخواین بهتون میدم دکتر، زندگیمو میدم که چشمو خوب کنین. من نمیتونم تمام عمر کور باشم. اگه یادتون باشه 10-15 روز پیش این موضوع رو با هم حل کردیم. بازم میگم مسئله پول مطرح نیست. یه ضایعاتی به مغز شما وارد آمده.
احتمال داره سلسله اعصاب کم کم خودش این ضایعات رو ترمیم کنه. ضمناً ممکنه یه مدتی که بگذره عمل جراحی مؤثر باشه. اگه هیچ کدوم نشد چی؟ وقت باز تا آخر عمر کور بمونه؟ ناامید نشید. برای هر بیماری یه راه معالجه‌ای وجود داره. ولی اون چیزی که من به شما توصیه میکنم اینه که حتما سعی کنید تا اونجایی که میتونید در یک محیط آرام و بی سر و صدا زندگی کنید. به هیچ وجه عصبانی نشید. هر نوع هیجانی برای شما خوب نیست. البته خانم به این موضوع بیشتر باید توجه کنن. هر نوع هیجانی برای شوهرتون ضرر داره. منظورتون رو میفهمم آقای دکتر. ضمناً تصمیم داریم یه مدتی همینجا تو شمال بمونیم. فکر خوبیه. هر چی محیط بی سر و صدا تر باشه برای شوهرتون مناسب تره. آقای دکتر، تلفن با شما کار. آمدم. با اجازه. خواهش میکنم. ناراحت نباش. لباس منو بیار. ببین، ماشین خبر کردی؟ آره، بیرون منتظره. جدام این ویلا نگه داری. ببخشین آقا، چمیدونو بذاریم پایین. بفرمایی، اینم کرایه. متشکرم. فرمون شما. چرا وایسادی؟ صدای دریا. بینم دریا طوفانیه. آره، درست مثل دل من میمونه. اما بهتره برای کارامون یه نفر رو بیاریم. احتیاجی نیست، خودم کارای خونه رو میکنم. میخوام بفهمی چقدر دوستت دارم. باشه، هر طور تو راحتی همون کارا بکن. ممنونم. صندلی منو بذار رو به دریا. میخوام رو به دریا بشینم. باشه. بیا عزیزم، بیا اینجا بشین. مواظب باش. باشی؟ خب، من میرم یه دوش بگیرم. اگه کاری داشتی صدام کن. باش. چه کارایی وادار میکنی؟ حالا دیگه باید عصاکشی هم بکنم. عب نداره، تمام سختی ما یکی دو هفته هست. اون بالاخره نفله میشه. یعنی تو میخوای؟ نه بابا، منظورم اینه که کلش از دوسته دق میکنه و نفله میشه. حالا بذار یه خودا قاتشیم. Thank you.
اما چی میخوای؟ چرا دوشو نبستی؟ راست میگی؟ یادم رفت، خسته بودم، خوابم برد. چرا تو اتاق خودمون نخوابیدی؟ مگه یادت رفته دکتر چی گفت؟ من و تو نباید فعلا کنار هم بخوابیم، هیچ نوع هیجانی در تو خوب نیست. بهتره یه تلفنی به تهران بزنیم. چرا؟ مگه چیزی لازم داری؟ آره جونم، چند روز از میدون بی خبرم، ضمنم میخوام بگم برامون پول بفرستن. از اولم میدونستم که به من اطمینان نداری. موضوع چیه؟ تو بانک اینجا حساب داری، میتونی چک بنویسی من برام وصول کنم، ولی این کارم نمی کنی، میخوای بگی برات پول بفرستم. این حرفا چیه زن؟ تو امید منی، همه چیز منی. چطور میشه آدم به مادر بچهش اطمینان نداشته باشه؟ خیلی ممنونم، بهم قوت قلب دادی. داری چی کار رو میکنی؟ دارم ظرفا رو جمع میکنم. چطور مگه؟ وای چه حواسی دارم من. شیر دستشوی رو باز گذاشتم. شیر رو چرا باز کردی؟ شاگر مرتضی اینجا چی کار میکنه؟ حتما باش کار داره. برو ببین برای چی این طرف آفتابی شده. برو. سلام آقا، با آقا مرتضی کار داشتی؟ بله، من شاگردشون هستم. من اینجا هم عباس. عباس. بله، سلام آقا مرتضی. سلام. تو داری گریه میکنی؟ از خوشحالی آقا مرتضی خیلی دلم با ستون تنگ شده. یه مرد هیچ وقت گریه نمی کنه. هیچ وقت. من نمیتونم شما رو اینجوری ببینم. کاش خدا عوض چشای شما چشای منو میگرفت. کاش من کور میشدم شما رو اینجوری نمیدیدم. تو پسر خوبی هستی عباس. من هیچ وقت درباره تو اشتباه نکردم. خب بگو ببینم برای بچه ها چطورم؟ خوبن آقا مرتضی. از طرف میدونم خیالتون راحت باشه. الانم اومدم به باغا سر بزنم. از کوکب چه خبر؟ به دستور شما هر رو میرم و بهش سر میزنم. دکترها میگن مرگ خانوم تأثیر زیادی روش گذاشته. از وقتی هم که فهمید این اتفاق واسه شما افتاده حالش روز به روز بدتر میشه. گوش کن عباس، کوکب تقریبا جای مادر منه. اون منو بزرگ کرده. مادرم وقتی داشت نفسای آخر رو میکشید منو به اون سپرد. من از تو میخوام هیچ وقت اونو فراموش نکنی.
هر محبتی که در حق اون میکنی در حق من کردی. خیالتون راحت باشه آقا مرتضی، ضمناً 200,000 تومان ریختم به حسابتون، اینم فیشش. خیلی ممنون. اگه اجازه میدین من برم. چرا به این زودی؟ نمیشه میدونو با امید بچه ها گذاشت، باید صبح اول وقت سر کار باشم. پاری وقتا به فکرم میرسه اگه شما رو نشتم چی کار میکردم. خداحافظ شما. پیرشی. خدا با همراه. اما بله بینم الان این کسی تو رو ببینه میفهمه حامله ای، یعنی شکمت انقدر بالا اومده که مردم متوجه بشن. ای همچین پس تا یکی دو ماه دیگه کاملا معلوم میشه. 100%. خیلی خوب، بیا این چکو بنویس، باید بری از بانک پول بگیری. چقدر بنویسم؟ 10,000. امضا کن. دست بده من. آها. اینجا رو. امضا کن. خب دیگه من رفتم. زود بیای. باشه. چرا اون سوال ازم کرد؟ به نظرم نقشه ای داده. من میترسم. نه ترس دختر جون، ترتیبشو میدم. خیلی خوب من رفتم. موازه باش سر صدا نکنی. باشه. گفتم کی اونجاست؟
گرفتی؟ آره گرفتم. چشمای کورش چجوری زل زده ما رو نگاه میکنه، درست مثل این میمونه که منو تو رو میبینه. نه ترس، اون دیگه هیچ وقت نمیتونه ببینه. نمیدونم چی کنم، تنم میلرزه. الان اونجا بلندش میکنم بره بخوابه. تو بارون نشستی عزیزم، بلند شو بریم، سرما میخوری. بلند شو. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ چه اینطوری به من خدمت میکنم؟ من وظیفه‌مو انجام میدم. آخه تو پدر بچه منی. دلم میخواد از بچه‌م بیشتر حرف بزنی. بگو ببینم الان در چه حال؟ خب معلومه، تکون میخوری، یه وقتی هم لگد میزنی. پس لگدم میزنه. آره خب، حالا دراز بکش،
وقتی نهار حاضر شد صدات میکنم. امروز دریا دیوونه شده، از صبح تالا داره میقوره. حق نشه، اونم مثل آدم ها میمونه. وقتی این همه نامردی و نالوتیگیری تو دنیا میبینه، دلش به دردیه، سرشو به ساحل میکوبه و فریاد میکشه. منظورت از این حرف چیه؟ ایچی با علکی چیزی میگه. چی بلند شدی؟ مگه غذا تو نمیخوری؟ حسنم از دستش سر رفته. چوره چیه؟ من میرم یک کمی راه برم، بعد برمیگرم و با هم حرف میزنی. یه کارش کن بخوابه. میخوام امشب کارو یه سره کنم. چی داری میگی؟ به صلاح جفتمونه. کجا میری؟ حالم خوب نیست، میخوام یه کمی دراز مکشم. بیا در اتاقو ببن. باشه. چقدر زود اومدی؟ نمیدونم چرا دلم گرفته. داره یواش یواش از اینجا بدم. تو رو خدا یه کاری کن از اینجا بری، و الا من دیوونه شدم. نجان شخص و عوضی تصمیممو گرفتم. همین امشب کلکشو میکنم، تو هم راحت بشی، دیگه مجبور نیستی. نامرد Thank you.
Thank you.